سپاسگزارم. اولا که خیلی ممنونم جلال برنامه عیسی مسیح، برکت برنامه قدوس بیمانند عیسی مسیح، پادشاه ما، سرور ما، خداوند ما، میپرستمش. مرسی که هر دفعه منو به خاطر یکی از اعضای خانوادم دعوت میکنید اینجا. روحام جان عزیزم متاسفانه نبودن، الانم که همسر عزیزم، مرسی که این تو این برکت منو سهیم میکنید و همتون لطف دارین، بزرگوارین، تخم چشمای من هستین و عزیزای دل عیسی مسیح، منم دوستتون دارم. این جشن برای من خیلی خاص بود، خواستم خیلی خلاصه بگم حتما این شهادت رو که 50 سالگی همسرم رو جشن گرفتیم جمعه، البته روز تولدشون با سارا جون هم روز به دنیا اومدن. ولی من تو این چند روزه، تو این هفته که گذشت، خیلی به این فکر کردم که همش این مسیری که مسیح منو تو این سال آورد جلو چشم بود، که از زمانی که داشتم می اومدم از ایران، چون که من با پسرم تنها اومدم و همه تو ایران خب حرف خیلی زیاد بود، یکی میگفتش که جوونه، ولت میکنه، نمیمونه، خب با کلی نگرانی اونو من با هم دیگه، اون به من اطمینان کرد و منم بچه رو برداشتم اومدم اینور و خداوند نورش رو تابوند اینور توی این سرزمین، خدای وس که من جلال میدم نام قدوسش رو، و زندگی منو دگرگون کرد. مثلا از دقیقاً، خب من ملاقاتم با مسیح برمیگرده به قبلش توی مالزی که بودم، ولی توی سوئد که اومدم، وارد شدنم به کلیسای پیش بابا رامین و مامان آزیتا، به این خانواده فیلادلفیا، خداوند واقعا هدفشو اصلا از آفرینش من به من نشون داد توی نقشه خلاقانه‌ای که برای زندگی من کشیده بود. و الان افتخارم و فخرم اول اینه که سرورم عیسی مسیح رو میپرستم و توی این تولد که برای من خیلی ارزشمنده، چون نیم قرن زندگی همسرمه، در ضمن اینکه افتخار میکنم کنارش هستم و خودم در 40 سالگی تولد 50 سالگی همسرمو جشن میگیرم، این افتخار، این هدیه، نمیدونم هر چی که اسم هست، فقط و تمامی جلال برای عیسی مسیح. چون زندگی که میتونست پاشیده بشه، 6 سال دوری، خودتون میدونین این همه حرف حدیث، ولی خداوند وصل، آنچنان ما رو به هم دیگه وصل کرد، البته با عشق و فیضش. ولی این مسیر که من با خداوند وصل شدم، مدیون مامان آزیتا بابا رامین هستم، که هر دفعه خواستم خستشم ببرم بگم نمیشه دیگه، وای اصلا راهش بسته شده بود دیگه، نمیتونه بیاد، شاید زندگی ما قرار نیست ادامه پیدا کنه، بابا رامین مامان آزیتا همیشه منو بلند کردن. و من این تولد عظیمو که تونستم برای این جشن شده که تونستم بگم در کنار شما، خیلی ها رو دوست داشتم بگم واقعا، ولی جامون کوچولو بود، شرایطم فراهم نبود، همتون رو دوست دارم، خدا میدونه که چقدر جونم به جونتون وصله، ولی همه رو مدیون مسیح، هم بعدش مدیون مامان استا بابا رامین، مامان هما که الگوهای زندگی من بودین، هستین، و هر دفعه خواستم زمین بخورم، بلرزم و بلغزم، کم بیارم، بگم آزادش کنم اون بیچاره رو، یه جوری منو با کلام خداوند جوری قضا دادن تا من قوتشو داشته باشم، و الان که اینجا وایستادم شوهرم کنارم باشه، این واقعا همه چیز برای جلال نام مسیح و این شهادت عظیم زندگیم، که نه تنها زندگی ما پاشیده نشد، ولی با توکل به مسیح و با اینکه دستمو به دست مسیح دادم، با کمک مامان آزیتا و بابا رامین، تونستم که ادامه بدم این راهو، و این راه دیگه آنچنان محکم و مسیح آنچنان شده تناب سوم، لایه سوم این تناب زندگی و عشق ما، که به هیچ عنوان قابل باز شدن نیست، و من جلالش میدم و ممنونم از شماها که منو هر دفعه اینجا دعوت میکنین. این بار خیلی برای من عظیمه. یه چیز دیگه هم خواستم بگم، همیشه به بابا میگم من نیارید اینجا، ولی این دعای برکتی که بابا رامین برای ما میکنه، هر دفعه که شوهر من نیست، بچه من نیست، برکتش آنچنان واقعا عظیمه که من الان لحظه شماری میکردم دایی سهیل منو یادش نره، کاش بگه من این بارم بیام، چون دیدم معجزه خداوند و دعای دونه دونتون که اینجا باید قیه آمین میگیم به دعای بابا رامین وقتی که با هم یکی میشیم. خیلی دوستتون دارم، مرسی، ببخشید خیلی وقتتون میگیرم، مرسی. شکر جلال بر نام قدوس عیسی مسیح.